به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم در برنامه تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن. در ساعت پیش رو چون دوشنبه های پیشین در این برنامه میپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران. بهتر است بگوییم به روند نقض حقوق بشر در ایران. در حالی که بازداشت های خودسرانه غیرقانونی در ایران ادامه دارد، در حالی که صدها ایرانی، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر، دانشجو، فعالان حقوق زنان، وکیل دادگستری، پیروان ادیان و مذاهب گوناگون در زندان های حکومت فقیه در ایران به سر میبرند، آیت الله مکارم شیرازی از رهبران حکومت اسلامی ایران و از مشاوران حکومت اسلامی ایران و از ارکان این حکومت در ایران مدعی شد که در حکومت جمهوری اسلامی گسترده ترین حقوق بشر وجود دارد و جهان باید در برابر آن سر تعظیم فرود آورد. او این سخن را در کشوری میگوید که دارهای حکومت اسلامی در چهارراه‌ها سال هاست که برپاس و هر از چندگاهی جوانان ایرانی به دار کشیده می شوند و قانون سنگسار نیز جاری است. آن سوتر 22 سینماگر ایرانی به مسئول تازه خانه سینما توصیه کردند که گامهایی در همراهی با سینماگران ایرانی بردارند. پوران درخشنده و ابوالحسن داوودی فیلمسازان ایرانی از جمله امضا کنندگان یا گویندگان سخنانی در این زمینه هستند. خانه سینما در دولت پیشین در هفته های آخر دولت پیشین تعطیل شده بود. خبرها بسیار است. نگاهی خواهیم انداخت به پیامدهای حمله و کشتار در اردوگاه اشرف و واکنش های بین المللی و نیز واکنش های گروه ها، افراد، نهادهای مربوط به حقوق بشر در این زمینه و نیز نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای استفاده سلاح شیمیایی توسط حکومت دمشق در برخورد با مخالفان دیکتاتوری بشار الاسد. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای فرد صابری، تحلیلگر و فعال سیاسی در استکهلم، و برای نخستین بار آقای سیامک کیکاوسی، فعال حقوق بشر در نیوکاسل انگلستان. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. چند تصویر از چند تن از زندانیان در ایران، مهدی گروه، شبنم مددزاده و بقیه. بسیاران، وقت برنامه ما کم، متاسفانه زندانیان بسیار، آمار آنها فراتر از یک ساعت و دو ساعت هست اگر بخوایم نام ببریم و چرایی زندان بودن آنها را در کشوری که آقای مکارم شیرازی مدعی است بهترین وضعیت حقوق بشر را دارد. سلام میگیم به آقای فرد صابری استوکال. جناب چالنگی، سلام میکنم خدمت شما، خدمت مهمان عزیز شما و تمام بینندگان و شنوندگان شما در هر جای دنیا که ما رو میشنوند. قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، سال نو یهودی رو تبریک میگم به تمام یهودیان دنیا، مخصوصا هموطنان من. شانتوا.
برسیم به سوال شما جناب شرانگیز. از روزی که رژیم جمهوری اسلامی اومد بارها هم در موردش صحبت کردیم، این رژیم رژیمی است که بر پایه و اساس نقض حقوق بشر روی کار اومده. یعنی زمانی که اینها اومدن سر کار شروع کردن به جنایت کردن، کشتار، زندانی کردن مردم کشور ما، کشتن، تجاوز کردن اینا. به همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی نمیتونه بدون نقض حقوق بشر اصلا بمونه سر کار، به دلیل اینکه این رژیم بر پایه نقض حقوق بشر از اولش سر کار اومده. شما ببینید از روزی که آقای روحانی اومدن تا به امروز که مدت بسیار کوتاهی هست، اون چیزی که در نظر دارم و در فکر من هست، شایدم بیشتر باشه ولی کمتر نیست، بین 14 تا 16 نفر همینجوری فقط ما که کار حقوق بشری میکنیم شمردیم تو زندان ها اینها کشتن. به همین دیروز نگاه بکنین شما، در زندان دیزل آباد کرمانشاه دوباره یک نفر رو به دار زدن. چند روز پیش یک باهایی آقای عطاالله رضوانی کشته شده. یعنی همش هر روزه شما یک برنامه نقض حقوق بشر در ایران داریم میبینیم. یا در ساری به اون وضع وحشتناک جوانان آوردن تو ماشین نشوندن و تو خیابونا گردوندن فقط به خاطر اینکه لباسشون درست نبوده یا موشون درست نبوده. این نقض حقوق بشر در ایران دائما داره تکرار میشه و من فکر نمی‌کنم که نه آقای روحانی و نه هیچ کی دیگه بتونه این نقض حقوق بشر در ایران از بین ببره جز اینکه یک تعویضی در این رژیم انجام میشه. خب با تأخیر یکی دو روزه من به شما تبریک میگم آقای فرد صابری عزیز، روش هاشانای گرامی رو به شما و همه یهودیان جهان همونطور که اشاره کردید و به خصوص هموطنانمون در ایران، هموطنان یهودی ما، سال خوب باشه برای همه، متشکرم، همه مذاهب و ادیان و سال صلح در خاورمیانه. میریم به نیوکاسل. برای نخستین بار با من و شما هستند آقای سیامک کیکاووسی که در عرصه حقوق بشر سالهاست فعالیت دارند، خیلی روشن هست در دفاع از حقوق بشر، حقوق انسان ایرانی در عرصه هایی که مقدور هست، در عرصه بین المللی، در صحنه بین المللی، خارج از ایران، نهادهای مربوط به حقوق بشر در ارتباط هستن ایشون به طرق مختلف. اولین بار هستن با ما و شما هستن، امیدوارم آخرین بار نباشه و دفعات دیگه نیز مهمان من و شما باشه. سلام به شما آقای کیکاووسی عزیز. سلام جناب شارلنگی، منم به نوبه خودم خدمت مهمون گرامیتون و بینندگانتون و شنونده هاتون سلام میکنم و خیلی ممنون و تشکر از دعوت شد که توی برنامه همراه شما آقای کیکاووسی. من میدونم که شما به طور دقیق دنبال میکنید روند حقوق بشر در ایران، یعنی نقض حقوق بشر یا تأمین حقوق بشر اگر هست. به ما خواهید گفت که با آمدن دولت آقای روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، چه امیدهایی میره برای تأمین حقوق بشر در ایران، چه امیدهایی میره برای آزادی زندانیان سیاسی، چه امیدهایی میره برای تأمین ابتدایی ترین آزادی ها در ایران. خدمت شما هم سلام عرض میکنم آقای چهارلنگی و همچنین مهمان گرامیتون و بیننده ها و شنونده ها و هر کسی که به این برنامه توجه داره در سراسر دنیا به خصوص در ایران. من حقیقتش نوری در آخر تونل نمیبینم با بودن این حکومت سر کار، با اومدن آقای روحانی، و اونم به یک دلیل، و دلیلش اینه که این آقا تایید شده به اصطلاح پایه های حکومتی و حکرانی هستن. ایشون تایید شده یه هر کی حالا در این مملکت بی صاحب داره حکومت میکنه یا اداره میکنه، چه بیت رهبری، سپاه یا هر کی میخواد باشه.
ایشون تایید شده اون سیستم هستن و در نتیجه همونطور که دیدیم از تعداد کسانی رو که ایشون معرفی کردن به عنوان وزراشون، مجموعه از یا باید بگم توفاله های از حکومت ها و ریاست دولت های قبلی بوده که ایشون جمع آوری کرده دور خودش و در نتیجه من واقعا امیدی به تغییرات اساسی و بنیادی در رابطه با حقوق بشر یا نقض حقوق بشر در ایران و سرنوشت بهتری برای زندانی های سیاسی اون نمیبینم. البته ما به ادبیات برنامه تفسیر خبر ما استفاده نمی کنیم. شما صفتی رو که برای افراد این حکومت قائل شدین یا این دولت، به هر حال بله خب در همینجا البته، ولی ما میبینیم که برگردیم به حرف آقای مکارم، بله اگر گفته بشه که خیلی خب ما یک حکومت مذهبی دینی هستیم و بر اساس موازین دین و دینی خودمون تصمیم میگیریم. آقای خمینی روز اول گفتن که حقوق بشر رو ما به هیچ وجه قبول نداریم، این زاده زایده و پرداخته غرب هست، به ما ربطی نداره، ما حقوق بشر خودمان را داریم، یعنی اگه باید دست قطع کنیم خب باید بکنیم دیگه، شریعت به ما گفته. سنگسار بله داریم، شریعت به ما گفته، بله. این رو چه خواهید گفت؟ یک حکومت اسلامی است، بالای 90% هم یه روزی زمانی رفتن بهش رأی دادن، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، الان داره قوانینش رو اجرا میکنه، بله. یه دیگه هم میرن به آقای روحانی هم رأی دادن، درصد خیلی زیادی، اشکال کجاست؟ آقای چالنگی قبل از اینکه ادامه بدم به جواب دادن یه نکته رو اشاره بکنم و اون یکی دو روز پیش داشتم یه مناظره ای رو در کشور نروژ بین اسلامی های نروژ و یه دو نفر بیدین ایتیست که نروژی داشتن مناظره میکردن در یک مجموعه. بین این تماشاچی یه جوان نروژی مسلمون شده، تازه مسلمون شده، رنگ و پوستش نشون میده که نروژی باشه، ایشون در اومده به این آقای سکولار ایتیست که ضرر زیانهای اسلام رو داشت میگفت در جامعه به خصوص نروژ و به طور کلی در دنیا، میگفت آقا من قبول کردم مسلمان باشم و من قبول دارم که دستم قطع بشه اگه دزدی کردم، به شما چه ربطی داره؟ خب شما اینو در یک مجموعه کلی به عنوان کشور پیاده بکنید، خب اگر قرار شد مملکت، هر مملکتی، حالا متاسفانه فال کشور ما خورد اسمش، و اگر حکومتی اومد سر کار و قصد و غرضش یا برنامه حکومتی به این شکله و مردم به هیچ صورتی نمیتونن با این آقایون به صورت مسالمت آمیز یا به صورت یک رأی دیگه، یک همه پرسی دیگه، همونطور که 34 سال پیش کردن 98% رأی دادن، باز به همه پرسی بذارن، همونطور که میدونیم این کارو نمیکنن. در نتیجه مردم ما متاسفانه تا زمانی که این حکومت و حکومت‌های مشابه و افراد مشابه آقای مکارم و امثالهم بر سر کار هستن، ما همین مشکل و همین مسائل خواهیم داشت. حرف من، نظر من، خب معلومه کاملا مخالف با این گفته هستم، ولی منی که نشستم در شهر نیوکاسل که حتی 300 مایل با شما فاصله دارم در مرکز تصمیم گیری کشور بریتانیا، چیکار میتونیم بکنیم به جز این که سعی کنیم بلندگوی این درد و ناراحتی ها باشیم در دنیا؟ خب ببینین، یک حرفایی زده میشه، این بیشتر جنبه فریبنده دارن ممکن داشته باشه، اون بابایی که میگه من اگر دزدی بکنم خب دوست دارم دستم قطع بشه، ممکنه یه همچین آدمی وجود داشته باشه، اما این دلیل نمیشه. واقعیت اینه که باید خیلی خوب از 100 تا کسانی که سرقتی کردن پرسید، شما هم همین حسو دارین، دوست دارین دستتون قطع بشه، و اصلا سرقت برای چی هست؟ گاهی وقتا این گفتید کسی است که تازه مسلمان شده نیست، جوان نروژی؟ بله 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 بله. خب بعضی وقتا این دوستان، کسانی که از این ور
میان به اون طرف یه مقدار گاهی وقت برای خودشیرینی بیشتر از این حرفا میزنن. آقای چالنگ، دلیل این که این سوال منو بردم نه اینکه تایید کننده حرف ایشون یا اینکه نه اشاره کرد، میفهم قابل داره. من فقط خواستم مثالی بزنم در رابطه روشن افرادی که دارای چنین عقایدی هستن. خب بله هستن، اینا بسیارن، کم هم نیستن، ولی مسئله اینو عرض کردم خدمتتون، از وقتا از این ور هم به اون ور که میان دیگه زیاده از حد هست یک حرفایی که میزنن برای چیز. از آقای افرید صابری همین پرسش رو از شما من دارم که اگر مدعی بشن که آقا جان ما یک حکومت اسلامی هستیم، حالا از شما کلیمی های ایرانیان کلیمی، مسیحیان و بقیه جزیه نمیگیریم اون به جای خود، اما یه احکامی داریم رعایت میکنیم، به ما مربوط نیست، مخالف اون چه که حقوق بشر نامیده میشه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، یا به ما مربوط نیست. شما میگید کوروش سالیان قرنها پیش در واقع زیربنای متن امروزی اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشت، ما هم قوانین خودمون داریم، چه خواهید گفت؟ ببین جواب من در مقابل این سوال اینه که جناب چرنگی، یک روابط بین‌الملل هستش به جمهوری اسلامی یا هر دولت دیگری یا هر مجموعه دیگری که میاد وارد سازمان ملل میشه، زیر اون قرارداد امضا میکنه، از پروتکل الحاقی اتمی که بوده من میفرمودید بفرمودید، کسایی هستش که زیر این قرارداد امضا کرده، رعایت حقوق بشر امضا کرده و چندین بارم امضا کرده، در داخل خود همین نظام تا الان دو مرتبه آقایون پای برگه امضا رفتن، به زیرش امضا زدن. شما نمیتونید قرارداد بین‌المللی رو امضا بکنی بعدش زیرش رو بزنی و بیای برای خودت یه کارهای دیگه انجام بدی. اگر اینجوری باشه دنیا میشه یک دنیای آشفته و هرج و مرج، هر کی میاد کشور رو میگیره و میاد هر قانونی که دلش میخواد توش میذاره و مردم اونجا رو به گروگان میگیره. البته کشور ما به گروگان رفته 34 ساله، چون اینها نه به رابطه حقوق بشر پایبند هستن، نه رابطه زنان کودکان، به هیچ کدوم از این قوانین پایبند نیستن. ولی مشکل اساسی کجاست؟ مشکل اساسی من فکر میکنم در اینجاست که سازمان ملل که یکی از بالاترین مراجع در دنیا هستش، سازمان ملل باید به این مسئله بیشتر توجه بکنه. البته بگذاریم که ما الان آقای شهید هستند و بارها اعلامیه دادن، ولی گوش جمهوری اسلامی به این چیزها طرف بدهکار نیست. من فکر میکنم باید در سازمان ملل یک رأی جمعی گرفته بشه در مورد ایران. بله. باید یک گروهی برای نقض حقوق بشر به داخل ایران برن، همینجوری که زمان گذشته رفتن. برای یعنی رسیدگی به نقض حقوق بشر، یعنی نه اینکه بله اصلا در کل زندان ها دیدن میکنن از وضعیت کشور. به هر حال هر کشوری یه چارچوبی در قوانین بین‌الملل داره که جمهوری اسلامی شن یکی از اوناست، زیرش امضا کرده و میتونن این سازمان ملل بره داخلش به این کار رو انجام بده. و من فکر میکنم که الان آقای روحانی با اینکه سر کار اومدن و قولهایی دادن، مخصوصا من امروز خوندم که خانم مرزی افغان که داشتم میخوندم تو سایتشون و تو سایت وزارت خارجه ایران، ایشون به واضح دعوت کردن از ایرانی های خارج از کشور که بیاییم در داخل ایران برای تعامل با مام میهن. ولی خب جواب اینجاست که خانم افخمی، شما به جای اینکه بنده رو دعوت بکنی که برگردن به ایران، فکر نمی کنیم که اول وضعیت حقوق بشر در ایران، زندان آزادی زندانی های سیاسی، نان سر سفره همون کسایی که تو ایران هستن، بیکاری جوانان، اول شما به اونا برسیم بعد بخواین از ما دعوت بکنیم؟ چی ما بیایم داخل ایران چیکار کنیم؟ یعنی یک سروار اضافه بشه و اونجا بشیم سروار عملا دیگه، کار که اونجا نیست شما انجام بدید. آقای صابری اتفاقا به نکته اشاره کردین بی مناسبت هم نیست، این پرسش از شما به عنوان یک هموطن کلیمی مذهب بپرسیم که وزارت خارجه آقای ظریف تبریک گفته بود عید یهودیان رو،
یعنی راش هوشانه رو. اینو چطور تعبیر و تفسیر میکنید شما؟ البته لابلا جایی هم گفته بودن خب یک اقلیتی هست به اسم صهیونیست ها و این صحبت ها رو کرده بودن، اما اینو چطور شما تعبیر و تفسیر میکنید؟ سیاست ها در حال تغییر هست یا نه یه ظاهرسازی ریاکارانه است؟ آقای ظریف میخواد چهره دیگه رو نشون بده که پشتش باز همون ولایت فقیه هست، باز همون اندیشه نابودی اسرائیل هست، یه جای چی هست؟ ببین جناب چلنگی، از دیشب که این صحبت شد تو فیسبوک اینا، من خیلی با دوستان بله یعنی در واقع از پریشب پس پریشب بفرمایید آره. بفرمایید که این بحث شروع شد، یعنی این دبیت باز شد و اومد، بعد گفتن آقای خود آقای روحانی هم تبریک گفت و اینا، بعد معاون ایشون اومدن گفتن نه همچین چیزی نیست و حالا کاری نداریم. ببینید این خوش رقصی ها کردن جناب چالنگی فایده‌ای نداره، اینا رو من اسمش میذارم خوش رقصی. خب من سوال من از آقای ظریف اینه، آقای ظریف شما چیه مطبی چطور شد که حوث ما رو کردید؟ ما 250,000 تا یهودی ایرانی در داخل ایران بودیم، امروز فقط 17,000 نفرش باروست. آقای کیکاوسی عزیز، مجامع بین المللی مربوط به حقوق بشر، اینی که متهمشون بکنیم که کاری نمیکنن، خب واقعا کاری هم شاید از دستشون بر نمیاد. مثلا خب آقای احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در ایران رو خب اجازه نمیدن به ایران بره. سازمان ملل هم بیانیه‌ای منتشر میکنه. آیا واقعا حدود و حداکثر کاری که اینها میتونن بکنن همین کار هست که دارن انجام میدن، بیانیه و اینها، یا باید دولت ها هم وارد عرصه بشن در این مورد؟ بله آقای چالنگی جانم، همونطور که گفتیدم چند سالیست که این مسئله حقوق بشر رو واقعا دنبالش کردم، الان نزدیک 31 ساله که عضو سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال هستم، در گروه نیوکاسل کار میکنم، دیدارهای داشتم. ببینید من فهم میکنم جامعه مرفه و با قدرت جهانی اینا حقوق بشر رو هم حقوقش و هم بشریت در خودشون اون چیزی که ما دنبالش هستیم. آقای کیکاوسی بفهمید ما اون چیزی که ما دنبالش هستیم و سعی میکنیم یک کمیشو داشته باشیم در کشورهایی مثل ایران و کلن کشورهای جهان سوم، اون یک مقدار صدقه هاییست که ما از این جامعه بزرگ با قدرت اروپا و آمریکا میگیریم. ببینید خب مطمئن باشید که حقوق بشر یک حربه است در دست سازمان ملل و کشورهایی که سازمان ملل رو سرپا نگه داشتن، آمریکا و اروپا در درجه اول، و حقوق بشر یه حربه است در دست اینا، و این حربه رو هر موقع که یکی از این کشورها و این دولت‌ها و حاکمان بخوان سرپیچی بکنن از این که توی خطی نباشن یا مخالفتی باشه، حقوق بشر استفاده میکنن. و نقض حقوق بشر ما میدونیم که در تمام کشورهای جهان سوم وجود داره، و ما هیچی نمیشنمیم درباره نقض حقوق بشر در فرض کنید عربستان سعودی با آنچنان نماینده بفرسته سازمان ملل، یا در کشورهای آفریقایی، در نمونه زیاده و خودتون بهتر از من. و اما اینکه به این شکلی که حقوق بشر علم میشه و ما به عنوان اعضای یک مملکت، شهروندای کشوری، الان ایران، من و شما ایرانی هستیم و فریادمون به آسمون در مورد نقض حقوق بشر در کشورمون، خب اینو ما میتونیم گفتم به صورت بلندگویی باشیم، برسونیم اطلاعات به گوشهای شاید شنوا و یا در مصدر قدرت. ولی خب بله این یه نکته است آقای کیکاوسی، اما موضوع یه چیز حرف دیگه ای هستش. همین حرف رو به یک شکل دیگه هم جمهوری اسلامی میزن. بله. یعنی میگه که آقا حقوق بشر یک حربه ای هست در دست قدرت های بزرگ. اونم همینو میگه.
متاسفانه منتها یه فرق کوچیک داره. فرقش اینه که اونها میگن که ما چون مستقلین، غرب از این حقوق بشر استفاده میکنه برای اینکه ما رو به زانو در بیاره. از حرف شما من این استنباط میکنم که این حقوق بشر اگر علیه یک حکومتایی استفاده نمیشه، برای اینکه اون حکومت ها یک جوری به نفع غرب هستن ادامشون. حرف شما اینه؟ شکی درش نداشته باشید. ولی این حتی جایی یه خود شک هم نمیذارین، یهو پیش میاد. اصلا ولی این رو تاییدیه من بر مبنای درست بودن سیستم جمهوری اسلامی نذارید. این که من بخوام از فرض کنید جمهوری اسلامی بخواد از این واقعیت استفاده بکنه یا سوء استفاده کنه برای پیشبرد کارهاش و سیاستهاش، اینو من اصلا با این مسئله موافقتی ندارم. ولی این واقعیتی است که متاسفانه از زمانی که سازمان ملل به وجود اومد و این و حقوق بشر، این منشور حقوق بشر یا مجموعه قوانین حقوق بشر سازمان ملل هم 50 سال پیش، 10-12 سال بعد از آقای کیکاوسن، کشور ایران هم یکی از امضا کنندگان این قوانین حقوق بشر سازمان ملل است. خب این رو مطمئن باشید تمام این مدت به این شکل استفاده شده از طرف قدرت‌های حاکم بر سازمان ملل. ولی من اینا رو، این صحبت‌ها رو می‌کنم، اینا رو باز نفی سازمان ملل و نفی فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشری و افرادی مثل خودم نمی‌کنم، چون به هر حال ما باید فعالیتمون رو بکنیم، صدامون رو برسونیم. ولی اینکه آیا کاری میتونیم بکنیم، آیا تأثیر میذاریم روی هیئت حاکمه کنونی ایران، و اگر این هیئت حاکمه و این حکومت سر جاش باشه میتونیم تأثیر روی اینا بذاریم و تغییرات ایجاد بکنیم؟ نه. اصلا من باز نوری در آخر تونل نمیبینم که با این سیستم ما بتونیم کاری بکنیم. بسیار، من با شما خداحافظی میکنم. با سپاس بسیار از شما آقای کیکاوسی عزیز، سپاس بسیار داریم. امیدواریم در برنامه های آینده با من و مهمان و صاحبان دیگر برنامه، یعنی بینندگان ما باشید. آقای سیامک کیکاوسی، با پوزش از اینکه خط ارتباطی ما آنچنان که لازم است دارای کیفیت نبود، امیدواریم آقای کیکاوسی رو در برنامه آینده در استودیو داشته باشیم. سپاس بسیار، تشکر. و اما چند خبر بدون تفسیر من برای شما دارم. ببینید، خانه سینما در اواخر دوچار بحران بسیار بود، بالا پایین های زیاد داشت در ایران، اما سرانجام بسته شد در دولت احمدی نژاد. آقای شمقدری، من هنوز ایشون اومد و رفت و بست و عرض کنم به زندان فرستاد، و پیش از آمدنش در مقام هایی بوده که عرض کنم خدمتون، حالا فرصت های دیگه حتما توضیح داد خواهیم داد. برحال اما ما همچنان فامیلشون درست تلفظ نمی کنم. از بینندگان عزیز پوزش می خواهم در اشتباه تلفظ اسم آقای شمقدری ببخشید. عرض کنم خدمتون، گروهی از اهل سینما اومدن جملاتی رو گفتن خطاب به رئیس جدید این نهاد یا این خانه سینما، حجت الله ایوبی هست، رئیس جدید سازمان سینمای ایران. آقای کمال تبریزی، همون که ماربوندک رو ساخته، گفته من اگر جای آقای ایوبی بودم برنامه ای ترتیب می دادم که روز ملی سینما را در یک سالن مجلل با حضور اهالی سینما جشن بگیریم، و در این مراسم که به دلیل کمی وقت نمیشه کار زیادی کرد، فقط از یک عده عاقل و نخبه سینما میخواستم که در باره آمال آرزه هاشون در باره سینما صحبت کنن تا بعد از جشن. این خواسته ایشون هست از این آقایی که شده رئیس سازمان جدید سازمان سینمایی کشور. سرکار خانم پوران درخشنده،
گفته برگزاری چه پیشنهاد دادن ایشون برگزاری یک نشست فوری با تمام سینماگران و باز شدن خانه سینما تا همه زیر چتر خانه سینما جمع شدن و شکاف عمیقی که میان اهالی سینما ایجاد شده از بین برود. اینم درخواست خانم درخشند است، پیشنهادشون است. بگم خدمت شما ابوالحسن داوودی پیشنهاد داده در این یک هفته کاری نمیتوان انجام داد مگر اینکه ایشان با گروه های مستقل مانند فیلمسازان مستقل مشاوره کنند، چون به نظرم آقای ایوبی باید افق دیدشان را از زاویه دید دو گروه متخاصم خارج کرده و به طور جامع تری شروع دست به کار شود، مخصوصا اینکه فیلمسازان صاحب عقیده فقط کسان نیستند که گذرشان به سفارت فرانسه افتاده است. آقای داوودی لابد به یه دهی تنه زده، گوشه زده، بنده متوجه نشدم. سیریوس الوند فیلمساز، روزنامه نگار بسیار عرض کنم با سابقه، گفته جمع کردن همه سینماگران با تفکرات با سینماگران با تفکرات و سلیقه های مختلف باز کردن خانه سینما. پیشنهاد های مختلفی از ناصر مستانه مهاجر، ناصر رفاعی، مازیار میری، سامان سالور و بقیه. اما پرسش اینه که آیا این خواست هایی که به هر حال خواست های ساده است، خواست های حرفه ای هست، خواست هایی است هیچ جنبه براندازانه و جاسوسانه و عرض کنم خدمتون توطئه ای که دست های اجنبی و صهیونیسم بین الملل و بقیه درش باشه نیست. من از خیلی جزئیات پشت پرده خانه سینما و این اختلافات عمیقی که خانم پوران درخشنده همکار سابق بنده در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران سرکار خانم پوران درخشنده بهش اشاره کردن اطلاع ندارم در حال حاضر چی هست. اختلافات عمیقی که اشاره کردن شکاف همه، اما به هر حال هر چی که هست این پیشنهادها پیشنهادات هست به یک مسئول جدید در دولت حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی. آیا مورد توجه قرار خواهد گرفت؟ آیا این دولتی که سر کار اومده، این آقای ایوبی، ادامه دهنده راه پیشین خواهد بود؟ یا اساساً این سیستم و این نظام امکان این رو فراهم میکنه که به خواست سینماگران اونطوری که این حرفه طلب میکنه رسیدگی بشه یا نه، یکی پس از دیگری سینماگرانی که نمیخوان کارگزار اهداف حکومت اسلامی ایران باشن یا هر حکومتی یا هیچ حکومتی نمیخوان باشن، ناچار میشن کم و بیش کشور رو ترک کنن یا خونه نشین بشن یا به سرانجام کسانی مثل آقای جعفر پناهی به سر دوچار بشن یا بقیه. نمیدونم، این بحث ایست، امیدوارم یک روزی بتونیم با فیلمسازان عزیزمون در میون بذاریم، کما اینکه از همین بابا آقای حجت الله ایوبی هم دعوت میکنیم بیاد حرف بزنه. ما پرسش هایی داریم، فیلمسازان هم پرسش هایی دارن مطرح کنن که اساسا هدف جمهوری اسلامی تا همونجا بود از سینما که یه بهره های تبلیغاتی ببره، بعد که تموم شد دیگه در خانه سینما رو گل بگیری یا چی. اینا بحثایی است که امیدوارم در برنامه‌های آینده بهش بپردازیم. ادامه خواهیم داد. برنامه تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن در نیمه دوم برنامه علاوه بر آقای فرد صابری عزیز با من و شما خواهد بود آقای مهستان بختیاری گرامی در ترکیه. تا لحظاتی دیگر. خب تصاویری رو که دیدید همچنان همان تصاویر غمگین است، کودکان نازنین ایرانی که در خیابان‌ها مشغول به کار هستند، دختر نازنینی که در کنار خیابان نشسته در چشمان بی فروغش هیچ گونه امیدی به آینده دیده نمی‌شود. بر سر این دختران چه خواهد آمد؟ بر سر این پسران، بر سر
این کودکان نازنین ایران زمین، آنان که درآمدهایشان حق و حقوقشون به غارت رفته، در واقع روانه بخشی از اموال اونها، ثروتهای اونها روانه کجا شده؟ روانه سوریه شده تا حکومت بشار الاسد بر سر مردمان معترض خودش سلاح شیمیایی بباراند. این است وضعیت کودکان ایرانی، بی پناه ایرانی. آقای فرد صابری عزیز، آمار دقیقی درباره کودکان خیابانی خیابان خواب نداریم، فرزندان من و شما. خب، اما اون چی که حقیقت هست و داریم این هستش که ثروت اینهاست که روانه سوریه شده، ثروت اینهاست که روانه کانادا، همین انگلستان، جاهای دیگه شده، حسابهای مختلفی که دارن برخی از گردانندگان حکومت، فرزندان اونا، خانواده هاشون تبدیل شده به لامبورگینی در خیابانهای پر دود و دم تهران و جاهای دیگه. در سوریه چه میکنه؟ حکومت ایران به دنبال چیست که اینقدر براش مهم هست؟ و در عراق چه میکنه وقتی به اردوگاه اشرف حمله میشه؟ جناب چلنگی، ببینید، جمهوری اسلامی در عرض این 34 سال که سر کار بوده رژیمی است که رژیم انقلابی است، یعنی به صورت انقلابی 34 سال روی پای انقلابی از بین برود، این رژیم دیگه رژیم اسلامی نمیشه. به همین دلیل سعی میکنه شورش هایی در منطقه ایجاد بکنه و از طریق اون بتونه روی پا بمونه. شما در مورد کودکان خیابانی گفتین، این نسل به کجا میره؟ سرنوشتش چی خواهد شد؟ بانوان ما رو ببینید شما، نسل، این نسل به کجا خواهد رفت؟ کی جوابگوی اینها خواهد شد؟ آیا جمهوری اسلامی با تمام تلاشی که داره در منطقه میکنه، آشوب هایی که داره در منطقه انجام میده، تو همین سوریه شما کم و بیش گفتین، در جمهوری اسلامی همیشه همین کار کرده، یعنی جمهوری اسلامی با آشوب در منطقه سعی کرده که سرپا بمونه و اگر آشوبی در اونجا نشه جمهوری اسلامی زندگی نمیتونه بکنه، یعنی روی پای خودش نمیتونه بیسته، به خاطر اینکه جوابگوی مردم خودش نباشه سعی میکنه. بله، خب ما میریم به ترکیه. بخش دیگه ای از مشکلاتی که مردم ایران دارن، به خصوص جوانان ایرانی، این هستش که ناچار میشن کشور خودشون و زادگاه خودشون رو ترک کنن. این رو شما بهتر از من میدونید، به مراتب بهتر از من و بسیاری دیگه که دور از ایران هستیم، که بر جوانان چه فشاری در ایران هست، آیا آینده‌ای در برابر خود می‌بینن، نمی‌بینن، چه هست انگیزه های ترک ایران توسط جوانان ایرانی، چی هست؟ شما مادران و پدران ایرانی می‌دونید، خواهران و برادران، کسانی که در روز خداحافظی فرزندانتون اشک می‌ریزید و اونها هم اشک ریزان خانه خودشونو ترک میکنن، سرزمینشونو به سوی یک آینده مجهول و پر خطر که از آبهای اقیانوسها گرفته تا کوه و کمر باید طی کنن و هر جایی که به اونها سرپناه داده شد مأوا بگیرن، با کارهای طاقت فرسا، کم درآمد، سخت. یکی از موضوعات، مشکلات ایران امروز، بی آینده بودن جوانان در میهن خودشون است. از جاهای نخستی که امکان داره وارد بشن هنوز درها کاملا به روشون بسته نشده، چه قانونی چه غیر قانونی وارد میشن، ترکیه است. مهستان بختیاری عزیز، روزنامه نگار و گزارشگر ایران فردا، در ترکیه با من و شما هستند از طریق خط تلفنی. من به ایشون سلام و درود میگم. مهستان بختیاری،
درود بر شما جناب چارلنگی عزیز، درود بر جناب صابری عزیز و درود به همه همکنانم در گوشه از جهان بشه در ایران گرامی. مهستان عزیز، به ما خواهید گفت که آخرین خبرهایی که درباره وضعیت پناهجویان ایرانی دارید، آیا با آمدن دولت حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، آیا تغییراتی در این زمینه به طور چشمگیر شاهد هستید یا خیر؟ عرض کنم خدمتون جناب چالنگی، وضعیت پناهجویان به خصوص در این 3 دهه خب همواره وضعیت به گونه ای بوده که بعد از اومدن جمهوری اسلامی یکی از راههایی که در واقع پناهجویان تونستن به هر دلیل خودشون رو نجات بدن و به این کشور برسن ترکیه بوده، گذرگاه ترکیه بوده، ولی در مقاطع مختلف یک نوساناتی رو داشته. یک هجوم اولیه رو در اوایل انقلاب داشتیم، بعد از یک مقدار نوسان داشت تا سال 88 و دوباره موج جدیدی از سال 88 از به دلایل شرایطی که در کشور به وجود آمد آغاز شد تا نهایتا در 1-2-3 ساله اخیر که یک نوع جدیدی از پناهجویی در واقع به پناهجویی قبلی هم افسوده شده و اون هم مشکلاتی هست که به خاطر شرایط مفرط و سخت اقتصادی به وجود اومده، مسائلی هست به خاطر محدودیت‌های اجتماعی به وجود اومده. یعنی در واقع به طور جمع‌بندی اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، در کنار تمام پناهجویان و پناهندگان سیاسی و عقیدتی و فعالین اجتماعی که در دوره‌ها و در 3 دهه گذشته وجود داشته، متاسفانه الان یک موج آماری بسیار زیادی داریم ما پناهجو رو مشاهده میکنیم که به خاطر وضع بد اقتصادی و شرایط و تنگناهای اقتصادی هستش و محدودیت های اجتماعی. ولی در پاسخ به پرسش شما در زمینه اینکه آیا با اومدن دولت جدید تغییراتی حاصل شده یا خیر، من فقط به طور خلاصه این رو میتونم بگم که همین مورد کافی هستش که تا نیم سال اول داده های آماری حقوق بشری در ایران در واقع به ما میگن که چیزی نزدیک به 50% اعدام ها رشد داشته و محدودیت ها هیچ تغییری که نکرده، شرایط هم به شدت بدتر شده و اون چیزی هم که ما اینجا در واقع داریم میبینیم هنوز موج مهاجرت به این سو ادامه داره و آمارها الان یک چیزی حدود 7-10 هزار پناهجوی ایرانی فعلا در شرایط حاضر در فقط ترکیه هستش. حالا در عراق و جاهای دیگه هم خب پناهجویان ایرانی هستن که همینطور بلا تکلیف موندن. خب مهستان عزیز، ما بگید که به من بینندگان که به طور متوسط در ماها یا سالهای اخیر یا مدتی که شما اشراف دارید و بودید، از روز ورود یک ایرانی پناهجو تا روزی که از ترکیه بره به کشور دیگه‌ای، مقصد نهایی این مسیر آوارگی، این چنانچه مدارکش هم درست باشه، همه کارهاش که این مدارک درست خیلی هم غمگینانه است، چرا از جمله مدارک درست گواهی زندان بودن، ثابت کردن، شکنجه شدن، گریز از مرگ و اینهاست متاسفانه و شبیه این مدارک در زمینه‌های دیگه، تجاوز، موارد بسیار، چقدر طول میکشه به طور میانگی؟ عرض کنم خدمتون در ترکیه خب شرایط پناهجویی با کشورهای مثلا اروپایی خب یه مقدار متفاوت هستش. تا حدودی دوره در واقع پناهجویی و پناهندگی در اینجا به دو دوره در واقع تقسیم میشه. یک دوره موقت پناهجویی هستش که شخص در واقع پناهجو هست، هنوز پناهنده نیست. اون زمانی هستش که شخص خودش رو به سازمان ملل معرفی میکنه و مدارکش رو ارائه میده. در اونجا سازمان ملل در واقع بر اساس کنوانسیون های سال 1938 و به ویژه سال 1951 که یک تعریف مشخصی از پناهنده هستش، تصمیم میگیره که در واقع بررسی میکنه مدارک رو که آیا این شخص بر اساس این قوانین و کنوانسیون ها دارای شرایط پناهندگی هست یا خیر. این پروسه معمولا تایم مشخصی نداره، به خصوص الان که خب با وضعیت به وجود اومده در سوریه و عراق. بعد از این مرحله بعدی انجام میشه، یعنی وقتی که سازمان ملل و وکلای سازمان ملل به این نتیجه رسیدن که خب شخص
این شرایط و مدارک رو داره؟ یعنی با تعریف سازمان ملل کسی هستش که به خاطر داشتن عقاید بله سیاسی، به خاطر داشتن گرایش های مذهبی یا عضویت در گروه های اجتماعی و سیاسی یا نژاد یا ملیت دارای این تعریف کلی هستش و یک پناهنده هستش. وقتی این شرایط پذیرفته شد و از حالت پناهجویی به حالت پناهندگی در اومد، تازه اون موقع هستش که باید معرفی بشه به کشورهایی که پناهنده پذیر هستن. به طور میانگین هیچ زمان مشخصی رو نمیشه براش در نظر گرفت، ولی اون چیزی که الان داره در ترکیه اتفاق میافته، میانگین حداقل 2 تا 3 سال دیگه، حداقل رو شما خدمتتون عرض میکنم، 2 تا 3 سال همین پروسه زمان میبره. به خصوص یک سری شرایط هم من خدمتتون عرض بکنم که به طور جانبی دامن زده به این مشکلات، علاوه بر آوارگان سوری که به اینجا آمدن، علاوه بر همین پناهجویان عراقی، یک سری پناهجو نما و یک سری پناهجوی ساختگی هم هستن که به هر حال از طرف رژیم در واقع به دلایل مختلف میان در این کشور و درخواست پناهندگی میدن و همین موجب شده یک مقدار نگران بکنه هم پناهجویان رو، مشکلاتی برای پناهجویان به وجود بیاره، هم یک مقدار در واقع چطور بگم مسئولین سازمان ملل و یا حتی کشورهای ثالث رو به عنوان مثلا کانادا رو که من اطلاع دارم بسیار با وسواس بیشتری شرایط پناهندگی پناهجویان ایرانی رو بررسی میکنه. اینها هم مشکلاتی است که به صورت جانبی افزوده شده، ولی میانگین 2 تا 3 سال ولی هستن اینجا کسایی که 7 سال 8 سال حتی 10 سال هم بودن ولی هنوز نتیجه هم نگرفتن. سپاسگزار هستیم آقای مهستان بختیاری عزیز، با سپاس بسیار، گزارش های شنیدنی و دیدنی مهستان بختیاری رو میتونید به طور مرتب در بخش خبری شبکه تلویزیونی ایران فردا دنبال کنید. سپاسی دوباره. سپاس از شما جناب. آقای فرید صابری عزیز. فرید عزیز، ببینید در ترکیه وضعیت مهستان یک منظری از این وضعیت تصویر کردن برای ما گروهی از جوانان ایرانی در همسایگی ترکیه. در عراق میبینیم که در اردوگاه اشرف چه اتفاقی افتاده، گروه دیگه از ایرانیان به چه شکلی به قتل میرسن، کشتار میشن با دستان بسته، و اقدامی که خب طی این روزهای اخیر دربارش بسیار صحبت شده در عرصه بین المللی هم، و اون سو هم میبینیم که در سوریه سلاح شیمیایی که شما اشاره کردید و گزارش های مختلفی، صدها هزاران گزارش منتشر شده، چون این گزارشی رو میبینیم، این منظر رو شما چطور به هم مربوط میکنید؟ جسدهای افتاده خونین بر زمین، چه در اثر شلیک گلوله چه در اثر گاز شیمیایی، و اون سوتر جوان ایرانی دارای استعدادهای بسیار که ناچار شده وطن خودشو ترک کنه، زندگی سخت به سوی آینده نامعلوم. ببینید مسئله حقوق بشر جناب چلنگی این نیست که فقط در ترکیه باشه، میتونه تو همین کشوری که من هستم یا شما هستیم همین مشکلات رو دارا باشه، به خاطر اینکه شما از کشور شما میایین به یک کشور ثالثی، اونجا تقاضای پناهندگی میکنید، یه پروسیسی داره و باید بر اساس اون پروسس مسائل جلو بره. مشکل اساسی اینه که کشوری که ما از اونجا میایم به دولتی که سر کار هستش یک دولت بیکفایتی هست که شهروندان اون به این صورت وحشتناک و به این صورت از کشور خارج میشن، از کوه و کمند و از دریاها گذر میکنن تا بتونن جایی بیان و اونجا سرپناهی بگیرن. حتی در این کشورهایی که ما هستیم میان، تازه در اینجا که سرپناهی بگیرن باید سالها وایستن به جواب بگیرن. حال در کشورهای اروپایی مقدار آسانتر است، چون محدودتره، وقت محدودتره و به اینا جواب میدن که باید چیکار بکنن اونجا وایستن. ولی مشکل اساسی رو من در جای دیگه میبینم. شما ببینید همین چند روز گذشته خانم مرزی افغان در فیسبوک خودشون نوشته به تقاضا کرده از ایرانیان که برگردن ایران. بحث سر اینه که باید از خانم پرسید که سرکار خانم، شمایی که از طرف وزیر امور خارجه هم چین کاری کردین و میخواین که ایرانیا برگردن، شما ایرانیایی که در حال حاضر در ایران هستن، بله اینو فرمودید، بله بفهمید،
از سفره اونها میگیرید و میرید به سوریه و نمیدونم لبنان و نمیدونم عراق و به این دم داستان ها، ولی به خود مردم ایران، جوانانی که آینده این کشور هستن، اونها هستن که آینده ساز این کشور هستن، یعنی عملا نسل کشی، یعنی این نسلی که جدید متولد شده و این نسلی که هستن در ایران هستن. ببینید در اردوگاه اشرف جناب چالنگی این فاجعه بزرگی که در چند روز گذشته پیش اومده و این سرداران سپاه در داخل ایران، آقای سلیمانی برگشتن گفتن این یکی از بهترین نمیدونم حملاتی بوده که نمیدونم شد و با تشویق و نمیدونم از این حرفایی که همیشه میزنن. فاجعه است که شما حساب بکنید یک سری بیپناه در یک کمپی، حالا با هر نظر و عقیده ای مخالفش من باشم موافقش باشم، در یک کمپی هستن به جامعه جهانی در این مورد سکوت بکنید. من فکر میکنم که اینجاست که جامعه جهانی باید جواب به این مسئله باشه. درست. اسلامی این کارا رو میکنه، ولی جامعه جهانی چی میگه؟ جامعه جهانی اینها زیر قرارداد امضا کردن، اینها مسلح نیستن و در اونجا هستن 100 نفر 150 نفر عده‌ای در اونجا هستن و مسلح نیستن و اونجا پناهنده هستن که تا کارشون درست بشه کشورهای دیگه بتونن اینا رو به صورت پناهنده بپذیرن. چجوری میشه که یک مرتبه دولت عراق بلند میشه و یه همچین فاجعه‌ای رو بپیشه؟ خب پوزش میخوایم، ارتباط تلفنی ما بسیار یعنی در واقع خوب نیست، از این بابت پوزش میخوایم، سعی میکنیم حتی المقدور نکاتش رو تصحیح کنیم که شنیده بشه. به زودی زود ما به استودیوهای جدید منتقل خواهیم شد، خواهیم رفت، برنامه ها از اونجا پخش میشه و چون این مشکلاتی رو امیدواریم در استودیوهای آینده نداشته باشیم. بگم برنامه خود شماست تفسیر خبر، چون مهمان داریم، مهمان ها از طریق ارتباط اینترنتی با ما هستن از طریق اسکایپ، گاه این اینترنت خراب یعنی سرعت لازم رو نداره، اینی که این مشکلات پیش میاد. راهش فقط این بود که این برنامه ها رو ما متوقف کنیم برای یک چند روزی، اما مایل نبودیم چون این کاری بکنیم، بی احترامی به بینندگان تلقی میکردیم. این هست که به همین شکل امیدواریم از ما بپذیرید تا اینکه ظرف روزهای آینده ما وضعیت حتما بهتری خواهیم داشت. این مشکل برای برنامه‌ای است که میهمان داریم، برای برنامه‌ای که میهمان احتمالاً ندارن، این میهمان از طریق اسکایپ، خب طبعا این مشکل نیست و یا بسیار بسیار کمتر هست. اما خبرهای زیادی هست، خبرهای زیادی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران یا نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اینکه آقای احمد موسوی برای اجرای حکم 4 سال حبس به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. ایشون در ایام انتخابات پیشین، پیش از اینکه حجت الاسلام حسن روحانی به ریاست جمهوری به جانشینی آقای احمدی نژاد انتخاب بشه، اون انتخابات قبلی، آقای موسوی در ستاد مهدی کروبی، ستاد انتخاباتی مهدی کروبی کار میکرد. شیرکوب معارفی، زندانی سیاسی در سقز، یعنی سقز، اهل سقز، خبر هست که به گزارش هرانا همچنان در بلا تکلیفی است و خطر اعدام اون رو تهدید میکنه. طبعا نهادهایی که میتونن مانع از این اعدام بشن با نوشتن نامه یا ایمیل یا هر کاری که میتونن حتما چون این اقدامی دست خواهند زد. این 30 سالش شیرکو در واقع اهل بانه است و عرض کنم خدمتون بله در سقز به تمام محاربه به اعدام محکوم شده است. این چند خبر کوتاه بود، متاسفانه خبرها در این زمینه بسیار هست. اما من یک پرسش از شما دارم آقای فرد صابری عزیز. ببینید از اون ور راش هاشانا تبریک گفته میشه وزیر خارجه، اما همه بینندگان ما میدونن، بسیاری میدونن که تمام راه‌ها اگر میگفتن سابقا به روم ختم میشه، الان در ایران همه راه‌ها به قم، که همون تلفظ فرانسوی شاید روم هم هست،
ختم میشه یا به رهبر جمهوری رهبر حکومت فقیه یا فقیه عالی قدر حکومت ایران آیت الله خامنه ای. ببینید همزمان که یک کمچین ویترینی ساخته میشه، اما میبینیم که ایشون یه صحبت‌های جدیدی از خبرگزاری های دولتی من نقل میکنم، آقای خامنه ای گفتن که بله باید مثل به گفته ایشون امام خمینی بر اثر اصول ایستاد، تکیه کرد، تأکید کرد، عدول نکرد، جدا نشد از این اصول، یعنی ایشون هم همون اصول رو دنبال میکنن. گفتن که امام خمینی همان کسی است که گفت رژیم صهیونیستی منظور حکومت اسرائیل هست، اینی که گفته بشه یک گروه صهیونیست، برای برخی از بینندگان من توضیح میدم، خب یک گروه میشه گفت به صهیونیستن، اما رژیم صهیونیستی در فرهنگ حکومت ایران یعنی حکومت اسرائیل، حکومتی که اکثریت مردم اسرائیل بهش رأی میده. یعنی وقتی گفته میشه رژیم صهیونیستی یعنی این در خودش عدم قبول موجودیت اسرائیل رو هم در بر داره. این توضیحه فقط، دنبالش هم که ادامه میده، میگه امام خمینی همان کسی است که گفت رژیم صهیونیستی یک قده سرطانی است که باید از بین برود و هیچگاه نیز در مورد رژیم صهیونیستی تقیه نکرد. خب اینو باید باور کرد، حرفایی که آقای وزیر خارجه جدید آقای ظریف میزنه، آقای فرد صابری. ببینین آقای چالنگی، من خدمت شما قبلا هم گفتم، آقای ظریف صحبت هایی که کردم من فکر میکنم این مقدار خوشرخصی است برای آمریکا به اسرائیل. آقای صابری بخواهم که این مسئله تحریم رو کمترش بکنن یا از بین بردارن. من فکر میکنم با این خوشرخصی ها نه تحریمی برداشته میشه نه مشکلات حل میشه. به پایان این برنامه میرسیم. با سپاس بسیار از فرده صابری گرامی، سپاس بسیار مهستان بختیاری و آقای سیامک کیکاوسی. سپاس بسیار از شما بینندگان عزیز که اشکالات فنی ما رو تحمل کردید، امیدواریم بر ما ببخشید، خود شما صاحب این برنامه هستین، تفسیر خبر، و امیدواریم در آینده با رفتن به استودیوهای جدید ایران فردا چون این مشکلاتی رو نداشته باشیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.